طرح پژوهشی اداس بادچکن غیر زنده کوتاه به همت دفتر بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور در مجاورت اتوبان قمگمسار اجرا شد کار پایش پایه بیولوژیکه قطعا هیچ مونه آلودگی های زیست محیطی نداره و حتی باعث افسایش مواد عالی خاک میشه در این طرح با چکنها به صورت قطعات شطرنجی با جنس پوشال برنج، ساقای پنبه و نی که غیر قابل استفاده است، در تپه‌های ماسه ایجاد می‌شوند. ارسهایی که به این شکل تثبیت میشن معمن بسیار خوبی برای کشت بذرها به خصوص حتی بذرهای گیاهان دارویی هستند که در این مناطق قابلیت کشت دارند. فرایند کار به نوعی هست که نیازمند حضور گسترده مردم محلی در قالب تعاونیها ها و تشکل ها است و یک پروژه مشارکتی هست که هم میتونه برای مردم محلی یک منبع درآمدی باشه و هم میتونه برای افرادی که کشاورزی رو دارن و از ماده مازاد کشاورزی چون که قبلا به کارشون نمی الان ازشون خریداری بشه خودشون جمع کنن و بفرستن 270 هزار هکتار بیابان در شهرستان گمسار وجود دارد که پانزده هزار کانون فرسایش بادی و بحرانی است منطقه ای که الان طرح جدید درش اجرا شده 700 هکتار که مرکز کانون بحران های بادی هستش که شنهای ماسه روان رو داریم تپه های روان رو داریم که در اثر وزش باد این تپه ها جابجا میشه مواد تشکیل دهنده باد چکن ها از مواد غیر استفاده کشاورزی در محصولات برنج، گندم، جو، پنبه، نی و کنجد است. برای اولین بار در کشور در بیابانهای شهرستان گمسار طرح باچکن کوتاه غیر زنده به همت اداری منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گمسار اجرا می شود. قاسم قاسمی، خبرگزاری صدا و گمسار.